بسم الله الرحمن الرحیم. مزار ائمه بقی در ابتدا درون خانه عقیل برادر امیرالمؤمنین قرار داشت، خانه‌ای که به مرور زمان بازسازی شد و به شکل مسجدی درآمد. پس از شهادت و دفن امامان معصوم، در طول سالیان مختلف این بنا مورد توجه و زیارت شیعیان قرار گرفت. در روزگاری که مزار شریف سایر امامان معصوم بناهای ساده‌ای داشتند، جنت البقیع به جهت حضور چهار امام معصوم از زیباترین معماری‌ها برخوردار بود. این بنا سالها به همین شکل بود تا اینکه به دستور مجد الملک وزیر برکیارق سلجوقی، یک معمار قمی بنای زیبا با گنبدی مرتفع بر روی این مزارها بنا کرد و بعد از آن همه ساله ترمیم و گسترش می‌یافت. با دسیسه های دولت انگلیس و استقرار جان فیلیبی به عنوان مشاور انگلیسی حکومت آل سعود، فرقه منحرف وهابیت بر اساس آراء خرافی و روایات جعلی ابن تیمیه توسط محمد بن عبدالوهاب متولد شد و او به کمک پیروانش و با پشتیبانی آل سعود فتوا به تخریب اماکن مذهبی و قبور مطهر بزرگان اسلام داد. وهابیون برای عملی کردن اهداف مغرضانه خود در گام اول مزار سید الشهدا را در کربلا با خاک یکسان کردند و بیش از 4000 تن از شیعیان را به شهادت رساندند. اما مدت‌ها بعد با کاهش قدرت وهابیت در عراق، شیعیان اقدام به بازسازی حرم امام حسین علیه السلام کردند. بعد از آن دست به تخریب مزار حضرت حوا در جده زدند و مزار حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب را در مکه مکرمه ویران کردند. همچنین مزار حضرت حمزه و شهدای احد را در مدینه منوره تخریب کردند. تا هشتم شوال سال 1344 هجری قمری، جنت البقیع با زریح ساخته شده توسط هنرمندان اصفهانی زیبایی دوچندان پیدا کرده بود. همچنین با فرش‌ها و چلچراغ‌هایی که شیعیان اقصا نقاط جهان به حرم بقیع هدیه کرده بودند، آذین‌بندی شده بود. این بنا توسط دربانان و خادمانی دلباخته حراست می شد و شیعیان هر روز فوج فوج به دیدار امامان خود می آمدند. اما در این روز شوم به فتوای قاضی القضات مدینه به مسجع شریف اهل بیت یورش بردند. وهابیون جای جای حرم را تخریب کردند، تمام اشیاء داخل آن را به غارت بردند و هیچ اثری از جنت البقیع باقی نگذاشتند و تا امروز شیعیان سرتاسر جهان را داغدار این حد که حرمت عظیم کردند. اما امروز ما و همه شیعیان جهان قصد بنای مجدد این بارگاه آسمانی را داشته و عزم مطالبه جهانی داریم تا گنبد آسمانی بقیع بنا گردد. ما بقیع را می سازیم.